بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما رفقای ناظرین امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه به ادامه فصل سوم مغناطیس میپردازیم تو جلسه قبلی بحث نیروی وارد بر یک ذره باردار متحرک رو بیان کردیم به چه صورته و از چه رایی به دست میاد جهتش چجوری تعیین تش... میشه و انشالله در این جلسه میخوایم با همدیگه تست های متنوعتر یه مقدار جوندارتر رو با هم دیگه ببینیم من یک نکته رو که باید به شما بگم اینه که بچه ها توی مغناطیس شما باید دید سبودی داشته باشید یعنی من دیگه نیست که دو بعدی بخوام به قضیه نگاه کنم من الان سه بعد دارم مثلا ایکس وای و زد ببین الان دیگه بعدهای من شده ستا یعنی تو باید خودت رو در فضا تجسم کنی دیگه فقط راست و چپ و بالا پایین نیست یه هم به طرف داخل و بیرون و اینها هست باید بتونی این رو برای خودت تجسم کنی و درک کنی که به چه صورت هستش برای این اینکه این, این تجسم رو پیدا کنی حتما بعد از اینکه من سوال ها رو حل کردم جهت ها رو گفتم مقدار رو گفتم سعی کن خودت دوباره جهت ها رو با دست هات تشخیص بدی تشکیل بدی ببینی چه شکلیه و مقدارهاش رو هم دوباره به دست بیاری بریم ببینیم بریم سراغ سوال اول خب بچه ما تو جلسه قبلی تا این سوال حل کرده بودیم و این جلسه میخوایم این سوال رو با هم دیگه حلش کنیم چی میگه؟ میگه مطابق شکل الکترونی ببین الان دیگه باید دست را افتاده باشه که من به چه کلماتی حساسم اینکه آقا بار مثبت یا بار منفی الکترون پروتون چیه داستان خوش الکترون پس بار من منفیه بچه ها حواسم به این هست با سرعت V به درون میدان مغناطیسی شلت کنیم اندازه سرعت اندازه سرعت ذره چه تغییری میکنه خب آقا سوال مهمیه گوش کن خب تویی که داری چای میخوری چای رو یک لحظه خورت نکش بذار و گوش کن بنده خدا نگاه کن آقا من میدونم این ویه خب اینم میدان یعنی میشه بیه یک همچین چیزی این وی من میدان کف دست من داره خارج میشه به طرف داخلم هست درسته این میشه اف بنده چون الکترون هم بود با دست چپ گفتم این اف من اینو بیارم اینجا این یک ذره منفی این وی بنده است و این هم اف بنده است میدونم هم که میدان به سمت داخل بچه ها از من چی میخواد اندازه سرعت رو میخواد گوش کن قشنگ گوش کن مهم اندازه سرعت از من بود آقا من میدونم که اگر مثلا یک آدمی داره این وری میره این ویشه من به این یک نیروی وارد کنم یعنی منم داره این وری میره منم یه هولش بدم چه اتفاقی میفته این یه شتابی میگیره اف مساوی با ام آ به خاطر آ سرعتش زیاد میشه سرعتش در این راستا زیاد میشه حالا بچه ها اینجا F من عمود به ویه این خیلی مهمه F شما به وی عموده در هر حالت یعنی این تو نمیتونی این انگوش شست مگه میتونه به این به اینها عمود نباشه چجوری میشه اف همیشه به این عموده بچه ها خب وقتی که عموده بچه ها این افه این افه در اندازه این سرعت در انداز یعنی چه اندازه یعنی چی اندازه؟ در مقدار این سرعت تأثیر گذار نیست در مقدار این سرعت پس حواست به این باش پس این چیکار میکنه این افه این افه داره باعث این میشه که این ذره من اینطوری تمایل پیدا کنه به حرکت کردن ولی اندازه سرعت در هر لحظه مثلا اینجا رو بخوام بررسی کنم دوباره اینجا وینطوریه اینطوریه و F این به این عمود همچنان بچه هایی که حرکت دایره ایه بچه های ریاضی که حرکت دایره خوندن سال دوازدهم اینا رو میدونن ولی اگرم نمیدونی این رو بدون که آقا وقتی این نیرو در به این ویه عموده باعث فقط تغییر جهت میشه و اندازه سرعت تغییری نمیکنه پس بنویس نکته آقا هزاران قد بنویس اینکه که F به وی عمود است اندازه سرعت را یا مقدار سرعت را تغییر نمی دهد و فقط جهت حرکتی که باعث تغییر میشه و اینطوری تمایل پیدا میکنه به حرکت کردن بچه من این نکته رو خودم اینجا برای شما بنویسم چون F و V همواره بر هم عمودند چون همواره اف و به هم دیگه عمودند اندازه سرعت یا تو پرانتز همون مقدار سرعت ثابت است اینطوری هم میشد گفت که آقا چون اف و همواره بر هم عمودند این یک حرکت دایره ای یک نواخت انجام میده یک حرکت دایره ای یک نواخت انجام میدهد و دوباره همین اندازه سرعت مقدار سرعت ثابت میمونه پس این رو هم یاد بگیر خب بریم سراغ تست بعدی بچه ها تست بعدی چی میگه؟ میگه مطابق شکل الکترونی را به صورت درون سو به فضای بین صفحات خازن شلیم کنید پس آقا این چیه؟ این ویه بچه ها این ویه منه یعنی وی اینطوریه الکترون با دست چپ این ویه منه این وی این ویه من اگر توسط یک آهنربای نعلی شکل آهنربای نعلی شکل چر... کدوما بود چه بود اینطوری بود مثلا مثلا این ور ان بود این ور بود مثلا مانع از انحراف زر آها میگه میخواهیم مانع از انحراف ذره شویم قطب ان در کجای خازن قرار بدیم آقا میخواد مانع از انحراف ذره بشه به توضیح دادم جلسه قبلی اگر میخوای مانع از انحراف ذره بشی یعنی باید برایند نیروهای شما برابر با صفرش خب بریم اینجا میگه آقا اونو اینو چجوری بذارم تا برای این ایران میشه صفر باش بریم چی آقا من اینجا یک مولد دارم و اینجا هم یک خازن دارم میگه که آقا به هم بستن خازنا از تو کتاب ما حذف شده اینو یاد گرفته از کل فیزیک فقط اینو یاد گرفته حذویات رو یاد گرفته اینکه آقا به هم بستن خازنا از کتاب ما حذف شده باش چه تو به هم بستن خازنا داره یه دونه خازنه مفاهیم اولی و بسیار پیش پا افتاده خازنه اینجا مثبت این مولد رو اینجا گذاشیم چون اینجا سر مثبتشه اینجاها میشن مثبت خازن بچه ها و اینجا هم میشن منفی پس طبیعتا پس طبیعتا میدان الکتریکی من گوش کن میدان الکتریکی من این بدی این ای من قبوله حالا اگر یه ذره منفیه دیگه بچه ها ذره منفی کدوم وری بهش نیرو میشه به طرف مثبت ها این آبیه میشه اف ای این به طرف بالا میشه اف ای یعنی چی؟ یعنی این که من اف الکتریکیم با اف مغناطیسیم باید به طرف پایین باشه چون این به طرف بالا این به طرف پایین باشه که این دوتا هم رو خونسا کنن تا مانع از انحراف ذره بشه این از حالا به من بگو ببینم یک الکترون که به سمت داخل داره میره افش هم این وریه با دست چپ با بگم چه شکلی میشه این شکلی نگاه کن اف به طرف پایین چهار تا انگشت منم این هم وی نه یا بگی پس این آبیه چی میشه این آبیه رو من دیگه تحلیل کردم گذاشتمش کنار الان دارم وارد بس مغناطیس هم میشه, میشه این انگشت شست میشه این اف مغناطیسی سبزه من و چهار تا انگوش هم هم این وی است که به طرف داخله نگاه کن که میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی از کف دست من خارج میشه و اونوریه پس میدان مغناطیسی من بچه‌ها مشاهده یک همچین چیزی این میشه میدان مغناطیسی من اینجا باید چی باشه بهت گفته بودم میدان مغناطیسی از ان خارج میشه و به اس وارد میشه یعنی من اینجا رو باید ان بذارم و اینجا رو اس بذارم یعنی این آهن رو به این شکلی برمیدارم این شکلی بذارم اینجاش میشه ان میاد اینجاش هم میشه اس چی میگه میگه قطب ان آهن رو بار در کجای خازن قرار بدیم در سمت این خازن در این حضارش رو که اینجا میشه سمت راست خازن یعنی گزینه دوم سوال بعدی بچه ها یه سوال بسیار مهمه بسیار مهم و مفهومی مخصوصا برای بچه های ریاضی هزاران تا ستاره بکشیم چی میگه؟ میگه دو ذره همجرم با بارهای کیو و دو کیو با سرعتهای وی و سه وی در میدان یک نواختی شلیک میشود میدان یک نواختی منظور میدان مغناطیسیه شعاع دوران ذره اول یعنی این چند برابر ذره دوم است اوه 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 میگه آقا من قفل قفلم اصلا نمیدونم باید چیکار کنم ببین بابا فرض کن فرض کن اینها یک میدانای مغناطیسی باشن به طرف داخل شما مثلا یا یک ذره ای رو یک ذره مثلا بر فرض مثال الکترونی رو به این صورت شلیک میکنی خب این میشه یه اولا یک همچین چیزی این میشه F این هم ویه ببینید بچه ها این اف شد چی کیو وی بی یه سینوس آلفاش نمیذارم دیگه وی به میدان عموده در این از که این ویه این بیه بی وی بی اینا به هم عمودن خب این کیو وی بی چیه بچه ها نگاه کن ما یه چیزی داشتیم تو حرکت دایره ای برای بچه ریاضی که میگفت آقا که میگفت آقا شتاب یک حرکت دایری برابر است با وی دو آروم وی دو آروم وی تقسیم بر آر دو حالا اف مساویس با ام آ یعنی اگر من این وی دو آروم رو زب در جم کنم میشه نیرو یعنی من این رو میخوام بهت بگم آقا تو این سوال ها این اف یا همین کیو وی بیه مساوی است با ام وی دو آروم یعنی وقتی بحث شعا رو میکشه وسط تو من این رو ربطش بدی به حرکت دایره ای که من میدونم در حرکت دایره اینجا بنویسم اف دایره برابر است با ام وی دو آروم یا شعاش برابر است با وی دو آروم میگه آقا یه فرمول دیگه هم داشت. ها ولش من با اون کاری ندارم من با ویدو آرومش کار دارم میشه ام بر ام ویدو آروم حالا من چی میخواد میگه شعاع دوران ذره اول چند برابر ذره دومه من اگه آر رو بخوام از اینجا به دست بیارم آر یک برابر میشه با چی بچه ها این آر بیاد اینجا اینا بیاد اولا یه وی این با این میره بعد گفته چی؟ گفته دو ذره هم جرمه پس این امم آتاشخاله میذارمش کنار میداناشون هم که یکیه عملا این بیم آتاشخاله میذارم کنار یعنی آر من عملا میشه یه دونه وی تقسیم بر کیو یعنی آر یک من میشه وی یک تقسیم بر کیو یک آر دوی من میشه وی دو تقسیم بر کیو دو اینا رو به هم دیگه تقسیم کنم میشه همین چیزی که من میخوام خودش گفته V1 برابر چقدره؟ گفته V1 رو بگیر برابر با V q رو گفته بگیر چقدر؟ Q V2 رو گفته بگیر برابر چقدر؟ 3 V Q رو گفته Q2 رو گفته بگیر چقدر؟ برابر با 2 Q Q با Q میره V اما V میره از اینجا این سه دوم تو مخرج بیاد میشه دو سوم پس شعاع اول تقسیم برای شعاع دوم برابر با دو سومه شعاع اول شعاع دوران ذره اول چند برابر ذره دومه دو آر یک مساویه با دو سوم آر دو سوال بعدی بچه ها سوال جونداریه مفهوم رو باید بفهمید باید دید باید دید سبودی داشته باشی بهترین راه برای داشتن دید سبودی چیه؟ کتاب خوندن چرا سختت سبودی ف... فکر کنی؟ چون فقط بازی کردی بازی و فیلم دیدن باعث شد تو دید دو بعدیت قوی بشه ولی وقتی کتاب بخونی تو ذهن خود داری تجسم میکنی وقتی تجسم کنی دید سه بعدیت زیاد میشه دیدی اون بچه های قدیم هندسه قوی تری دارن چون تلویزیون دیدن و بازی کامپیوتری کردن اینا نبوده اون موقع مجبور بودن بخونن نمیدونم کتاب داستان بخونن کیهامت چا بخونن مجبور بودن بخونن بیشتر به خاطر این تجسم سعودی یا مثلا قصه براشون میگفتن حالا درسته این منم قصه دارم برات تعریف کنم الان ولی اون دو نوع قصه ما هم دیگه فرق داره خب نگاه کن میگه در منطقه ای از زمین شدت میدان مقناطیسی نیم تسلا می پن... میکنم. شدت میدان مغناطیسی 5 صدم تسلا است. ذره ای با بار منفی 4 کولن و جرم 20 گرم را حداقل با چه سرعتی و به کدام طرف شلیک کنیم تا با سرعت ثابت از این میدان عبور کند. آقا با سرعت ثابت از این میدان عبور کند یعنی برایند نیروها بشه برابر بر چه بگه این به هیچ وری متمایل نشه یعنی منحرف نشه چه بگه با سرعت ثابت عبور کنه همین آقا برای نیرا بشه برابر بسه اینجا نگاه کن باید الان زرنگ باشی میدان مغناطیسی داده نمیدونم ذره باردار داره وی داره یعنی اینکه آقا من یک نیروی مغناطیسی داره حالا به جز این دیگه چه نیروی دارم سری میگه نیروی الکتریکی بخوره تو ملاجه اینجا اصلا راجع به بحث نیروی الکتریکی و میدان الکتریکی صحبت کرده لزومی نداره که همیشه میدان نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیسی با هم دیگه باشن که اینجا فرق میکنه او 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 جرم بیست گرم بنده خدا یعنی چی؟ یعنی اینجا من دیگه نیروی الکتریکی ندارم نیروی وزن دارم خب نگاه کن سه بودی فرض کنیم ببین فرض کن این بذار اینو بیارم ببین فرض کن مثلا این گوشی من یک ذره بار داره این گوشی من یک ذره بار داره این ذره باردار که دارای جرمه جرمش کدوم نیروی وزنش کدوم وریه به طرف پایینه نیروی وزنی به طرف پاینه. یعنی اگر یعنی اگر من بخوام من بخوام یک نیروی دیگه ای داشته باشم که این دوتا هم دیگر رو خونسا کنن باید نیرو به طرف بالا باشه نیرو باید به طرف بالا باشه خب اینجا نگاه کن قشن کن من ذره ام شد به طرف پایین باید اف مغناطیسی به طرف بالا باشه اف بیم باید به طرف بالا باشه اف بی برابر چیه کیو بی بی. میگه بحث سینوس آلفا شد الان توضیح میدم این باید بشه برابر با ام جه. خب اولا این کدوموری باید باشه میگه در چقدر این سوال خوبه چقدر این سوال میگه در منطقه ای از زمین یادت میاد اون جلسه ای که داشتم راجع به میدان مغناطیسی زمین صحبت میکردم و تو میگفتی این اراجیف چیه نگاه کن سوال ازش اومده در کره زمین اگر ا... ان جغرافیایی اینجاست اس مغناطیسی اینجاست یعنی چی یعنی یعنی اینکه میدان مغناطیسی من این شکلیه از جنوب به شماله یاد بگیرین اگر نفهمیدی برو اونجا رو ببین یعنی وقتی میگه زمین یعنی میدان مغناطیسی از جنوب به شماله بفهمینو اینو متوجه شد جنوب به شمال داستانش از چه قراره الان پس چی شد؟ چی شد؟ یک جس گذاشتم اینجا این به طرف پایینه این به طرف بالای یک میدان مغناطیسی هم از جنوب به شماله الکترون هم هست با دست چپ چهار تا دست باید به طرف میدان از کف دستم خارجشه و اف بی هم باید به طرف بالا باشه یعنی میشه چه شکلی میشه این شکلی آه. آه. نگاه کن هم الان کف دست من میدانه از جنوب به شماله هم نیروی من به طرف بالاه ایناش پس این چهار انگشت من میشه جهت نیروی من پس این باید باشه نیروی بنده پس حداقل با چه سرعتی به کدام طرف شلیک شود به کدام طرف میشه طرف غرب میشه طرف غرب پس ببین آقا باید دیده سه بعدی تو داشته باشی این یک چیزی که گذاشتم اینجا این میشه به طرف پایین این میشه بالا این میشه راست این میشه چپ یا این میشه شرق این میشه غرب این میشه جنوب و این میشه شمال که یک میدان از جنوب به شمال هستش خب این از این که آقا به کدام طرف باید شلیک شد به طرف غرب باید شلیک شود خب این از این آقا چرا من بحث سینوس آلفا اینا رو حذف کردم چون اینجا گفته حد اقل با چه سرعتی پس من میام این رو این بحث شلیک زرم رو دقیقا عمود بر میدان انجام میدم که بشه سینوس 90 بشه و بشه برابر با یک به خاطر همین از اون صرف نظر کرد کلا وقتی میخوای حداقل سرعت رو بررسی کنی این رو باید عمود شلیک کنی این رو بدون مفهومش هم واضحه دیگه پس این هم به خاطر اینه که من سینوس آلفا اینا رو گذاشتم کردم حالا اینجا میشه مقدار اون سرعته خب کیو رو گفته چقدر چهار کلون دیگه منفی مثبت هم دیگه برام اهمیتی نداره من با منفی این مفهوم رو گفتم من از فیزیک دهم ده تا تو الان کردم اینو بده تو فیزیک منفی مثبت یعنی جهد یعنی مفهوم با مفهوم منفی مثبت رو بذار کنار بعد اعداد و ضرب و تقسیم و اینا کن میشه چهار کولون ضرب در وی رو میخوام ضرب در بی رو خودش گفته پنج صدم این مساوی با جرم رو داده 20 گرم همه چی باید به اس SI باشه میشه 20 هزارم ضرب دره ده این با این میره 100 با این 100 میره 4 5 تا 20 با این میره وی از اینجا میشود یک متر بر ثانیه و جهتش هم که گفتیم به طرف قلب باید باشه و بهت توضیح دادم که چرا سوال خوبیه بچه ها همه داره از شما سوال میپرسه اینجا مثلا میتونست یه مقدار سختتر کنه سوالو چجوری سختتر کنه علاوه بر اینها بیاد به شما یک نیروی الکتریکی رو هم وارد بازی کنه یه نیروی الکتریکی هم میخواد وارد بازی کنه حالا مثلا نیروی الکتریکی من به طرف پایین اگر باشه اگر اف ای. اون وقت اف ای به علاوه این ام میشه اف بی اون وقتی که باید این دوتا رو حساب کنم با هم جمع کنم و مساوی FB بی قرار بدم این مثلا یه مقدار سختتر می دیگه سوال سوال بعدی بچه ها میگه در کدام گزینه الکترون میتواند تحت اثر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی با سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه بده میگه با سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه پس باید برایند نیروهاش بشه برابر باشه برام اینم در کدومی که گزینه ها دوتا نیرو میتونن همدیگر رو جهتاشون جوریه که میتونن همدیگر رو خونسا کنن گزینه یک رو ببینم این بی این ای این وی خب خودش گفته به من الکترون من میدونم به یک ذره منفی در خلاف جهت میدان نیرو وارد میشه پس اف ای این وریه این میشه اف چون میدان این وریه. حالا با استفاده از این وی و بی باید جهت میدان جهت نیروی مغناطیسی رو بگم الکترون رو با دست چپ میگم بی میشه به این صورت وی چهار انگوش بی از کف دستم کنه. میشه انگشت شم هم به طرف بیرونه پس میشود یک همچین چیزی خب الان این دوتا نمیتونن هم خونسا کنن یه دونه اینه یه دونه هم اینه این دوتا نمیتونن هم خونسا کنن پس این گزینه خط میخور گزینه دوم دوباره ای به طرف اینه اف ای -E میشه اینوری نیروی الکتریکی خال... دوباره توضیح بدم چرا اینا خلاف هم اگر این یک میدان الکتریکی باشه اینجاها مثبت اینجاها انگاری که منفی یک ذره منفی رو بذارم اینوری در خلاف جهت میدان بهش نیرو وارد میشه این هم -E. خب این رو بگم نیروی مغناطیسی رو بگم وی از کف دستم وی بی میشه کف دست و وی میشه چهار انگشت میشه این شکلی وی به سمت داخل درسته بی هم از کف دست خارج میشه این همیشه انگشت هست بله این میشه اف بی یعنی دقیقا این دوتا میتونن همدیگر رو خونسا کنن جواب همین گزینه دو ولی بریم بقیه گزینه ها رو هم بررسی کنیم ای به طرف پایینه پس اف ای به طرف ای به طرف بالا پس اف ای به طرف پایینه بی اینوری وی اینطوری خدمتشون این میشه این میشه بی به طرف خارج اینطوری داره خارج میشه چهار هم, هم وی اف میشه به طرف پایین این هم میشه اف بی خب الان این دوتا هم نمیتونن هم دیگر خونسا کنن این هم دوباره همینطور این پس اف ای میشه اینوری بی اینوری بی اینوری وی اینوری میشه یک همچین چیزی بی خارج میشه چهار هم وی اف به طرف بالا این هم میشه اف بی دوباره اینا هم نمیتونن هم خونسا کنن پس همون جواب گزینه دو درست هستش که ما تست رو زدیم گزینه دوم سوال بعدی بچه ها میگه در فضای x y z مطابق شکل یک میدان الکتریکی به شدت 200 نیوتن بر کولون ای رو به هم داده 200 این ای ای رو به هم داده 200 نیوتن بر کولون در جهت منفی ایکس ها و یک میدان مغناطیسی وجود داره میدان الکتریکی به هم گفته جهتش هم گفته و گفته یه دونه میدان مغناطیسیه که من نمیدونم کدوم بریه ذره منفی را ذره منفی بچه ها با سرعت 500 متر بر ثانیه در جهت منفی زده ها ببین این زده وقتی میگه منفی زده ها یعنی میشه این وری وقتی میگه ایکس ها یعنی این منفی وقتی بگه در جهت ایکس یعنی این وقتی بگه منفی ایکس یعنی این این یعنی دیگه باید تا حدودی بدونی چی به چیه داستانش این x و x y z هم قاطی نکن x y z همینه نه کن مثلا فرض کن همین اتاق x y z x y z منظورش اینه هم خیلی چیز خاصی اینا هم یه عموده میواد <applause> این مفهوم اینا رو یک مقدار بلد باشی دید سه بعدی داشته باشی با سرعت فلان در جهت منفی زد ها شلیک کرده و با سرعت ثابت برکت ادامه میدم با صورت ثابت برای نیرو برابر با صفر جهت میدان مغناطیسی و حد اقل شدت آن بر حسب تسلا کدام است خب آقا خدمت شما ارز کنم که میدان الکتریکی رو داده منفی ایکس ها پس این میشه میدان الکتریکی بنده منفی ایکس ها یک ذره منفی هم هستی بچه پس نیرویی که بهش وارد میشه مثلا یک ذره منفی اینوری بهش نیرو وارد میشه این اف ایه -E. حالا اگر من بخوام این ثابت بمونه این میشه اف بی اینا هم دیگر رو خونسا کن. چی به هم میگه؟ میگه ذره منفی رو با سرعت 500 در جهت منفی زدها ها یعنی چارنگوش من اینطوریه به طرف منفی زد هاست این میشه مثبت زد ها این میشه منفی زد ها خب منفی زد ها بیا الان من میخوام این به سمت داخل باشه چهار F اف هم میخواد آه میشه همچین چیزی چهار انگوش به طرف داخل اف هم, هم باید این وری باشه پس میدان مغناطیسی من از کف دست من باید بزنه به طرف بالا یعنی میشود یک همچین چیزی میشود یک همچین چیزی این میشه بی من پس آقا میدان مغناطیسی من جهتش کدوم مثبت وای پس اینا غلطن این منفی وای ها غلط چون الکترون هم بود با دست چپ گفتم دیگه جهت حرکت هم, هم اگر بخوام رسم کنم مثلا با همین صورتی رسم کنم وی اینطوریه این ویه این ویه خب حالا ببینیم مقدارش از چه رابطه به دست میاد میخوام این دوتا برابر باشن اف ای گفتیم بچه برابر چیه اف ای -E برابر بود با ای کیو اف مساوی با ای کیو بود دیگه پس ای کیو مساوی با کیو وی بی کیو نگاه کن که اصلا کیو با هم دیگه ساده شد و اهمیتی نداشت کیو با هم دیگه ساده میشه ای هست دیویست این مساویس با وی رو خودش گفته 500 این از اینجا میشه بیه بنده دو تا صفر با این میره بی از اینجا میشه دو و پنج دو تقسیم بره پنج که ضرب داره دو کنم میشه چهار دهم ده یعنی گزینه اول جواب تست بنده هستش پس بچه ها این بحث سبودی تصور کردنه اینکه در یک فضای سبودی بخوای به قضیه نگاه کنی سعی کن خودتو بذار اینجا بالا، پایین، چپ، راست همه اینا رو سعی کن تصور کنی اینکه من میگم این به این بره این داره میره به طرف داخل سعی کن خودت حتما با دست رسم کنی شکل رو سعی کنی بفهمی نگو که ببین اینا میخونیم چقدر آسونه خب این که اینطوری طبیعیه این هم که زب در این بله آسونه ولی همینو بهت بدن سر جلسه نمیتونی با خودت با دستا تجسم کنی آقا این کدوموری این چه شکلیه حتما باید الان خودت به اینها سعی کنی که برسی و سعی کنی جواب رو دوباره خودت به جواب برسی